خورشید با نورافشانی خود به زندگی معنا می‌بخشد. نور و گرما در کالبد موجودات زنده زندگی را جاری کرده، اتمسفر زمین را محیطی برای ادامه زیستن می‌سازد. اما آیا همه چیز خورشید همین گرما بخشی و نور است؟ آیا خورشید همراه با زندگی پیامی مرگبار نمی‌فرستد؟ طوفان‌های خورشیدی که گاه تا میلیون‌ها کیلومتر در فضا منتشر شده، امواجش تا دوردست‌ها می‌رود. امواج و ذراتی در هم شکننده که در مسیر خود زمین ما را نیز در بر می‌گیرد. اما زمین چگونه این امواج مرگبار را مهار می‌کند؟ پاسخ در سپر و زرهی است که منشأ آن ژرفنای زمین است. میدان مغناطیسی در سراسر زمین با این صدا جلوی امواج خورشیدی رو میگیره. سپری فراسوی زمین. این نقطه نورانی در فضا خورشید منظومه ماست. کمی آن طرفتر، یعنی 150 میلیون کیلومتر دورتر، خانه ما زمین قرار دارد. اما خورشید در این فاصله نیز میتواند با پرتوهای خود زمین را یکسره بسوزاند و همه چیز را نابود کند. اما چگونه این اتفاق نمی‌افتد؟ پاسخ در سپری است که گرداگرد زمین را فرا گرفته است. میدان مغناطیسی زمین. میدان مغناطیسی که از درون زمین تولید میشه مانند یک حباب بزرگ اطراف سیاره ما رو گرفته. این حباب مغناطیسی به نام مگنتیوسفیر یا کره مغناطیسیه که زمین رو از فعل و انفعالات بسیار شدید خورشید حفظ میکنه. بسیاری از ذرات باردار الکتریکی در بادهای خورشیدی اینقدر انرژی دارن که اگه به طور مستقیم با سطح زمین ارتباط برقرار کنن برای جون انسان‌ها خطرناک هستن. نیمی از این ذرات باردار که از خورشید به بیرون پرتاب میشن اگه به کسی که سپر حفاظتی نداره برخورد کنن باعث مرگ میشن. اگه این میدان مغناطیسی در اطراف زمین ضعیف‌تر بشه، امواج رادیواکتیو فضایی تأثیر منفی بسیار زیادی خواهند داشت. برای همین باید گفت یکی از پیامدهای احتمالی کاهش میدان مغناطیسی در اطراف زمین افزایش میزان امواج رادیواکتیو و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیماری سرطان در افراد. این تابلوی نقاشی صحنه ای را در سده 16 میلادی به تصویر کشیده است. تصویر دربار بریتانیا. در این نقاشی ملکه الیزابت دیده می شود که در حال گوش کردن به مردی است که توضیحاتی به او می دهد. اطرافیان نیز با شگفتی به صحبتهای مرد گوش می دهند. آن مرد ویلیام ژیلبرت است. یک فیزیکدان انگلیسی که در سال 1573 به عضویت کالج سلطنتی فیزیکدانان بریتانیا برگزیده شد. ویلیام ژیلبرت نخستین کسی بود که به میدان مغناطیسی زمین پی برد. او یک آهنربا را درون کره قرار داد و نام آن را ترلا گذاشت. واژه‌ای که در زبان لاتین به معنای زمین کوچک است. آنگاه ژیلبرت قطب‌نمایی را بر روی آن حرکت داد. او با شگفتی متوجه شد وقتی قطب‌نما در راستای سطح ترلا قرار می‌گیرد، جهت عقربه مغناطیسی آن همواره ثابت می‌ماند. ژیلبرت از این آزمایش پی برد که عقربه تحت تأثیر میدان مغناطیسی درون کره چون این وضعیتی پیدا می‌کند. او نتیجه گرفت پس وقتی در هر جای زمین عقربه‌های هر قطب نمایی در راستای مشخص ثابت می‌ایستد، معنایش این است که درون زمین آهنربایی بزرگ قرار دارد. همان میدان مغناطیسی زمین که در برابر امواج مرگبار فوران کرده از طوفان‌های خورشیدی
مانند سپری عمل کرده و آنها را منحرف می‌کند. تعجب نکنید، این تصویر کار هنری یک نقاش با آب رنگ است. این بازسازی میدان مغناطیسی زمین است. همانطور که در این بازسازی کامپیوتری می‌بینید، امواج خورشیدی از سمت چپ تصویر به سمت زمین می‌بارند. اما میدان مغناطیسی زمین آنها را مهار کرده، اجازه برخورد امواج مرگبار را به زمین نمی‌دهد. کره زمین مانند یک آهنربا عمل می کند. قطب N در جنوب جغرافیایی و قطب S در شمال جغرافیایی قرار دارند. این قطب ها خالق خطوط مغناطیسی زمین ما هستند. خطوطی که در نیم کره شمالی در نقطه‌ای به هم می رسند که به آن قطب جنوب مغناطیسی زمین گفته می شود. این خطوط در نیم کره جنوبی در نقطه قطب شمال مغناطیس به هم می رسند. این گونه سپر دفاعی زمین شکل می‌گیرد. بادهای خورشیدی با موج‌های ضربه‌ای وارد می‌شوند. اونا به میدان مغناطیسی زمین برخورد میکنن و میخوان از این میدان عبور کنن، اما میدان مغناطیسی زمین یک حلقه بزرگ ایجاد میکنه که بیشتر امواج خورشیدی رو از مسیر زمین منحرف میکنه. البته مقدار کمی از امواج هم از این میدان عبور میکنن که میدان مغناطیس اونها رو به سمت قطبهای زمین هدایت میکنه. امواج در اونجا به اتمسفر بالای قطبها برخورد میکنن. این صحنه های قدیمی مربوط به سال 1958 میلادی است. اینجا اتاق فرمان پرتاب نخستین ماهواره اکتشافی آمریکا، ماهواره اکسپلورر است. هنگامی که این ماهواره در مدار زمین قرار گرفت، یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی ژئوفیزیک را به دنیای دانش هدیه کرد. بر پایه این دستاوردها پروفسور وان آلن مدارهای مغناطیسی پیرامون زمین را کشف کرد. مدارهایی که به یاد او کمربند وان آلن نامیده شد. این کمربندها در دو منطقه هلالی شکل قرار دارند. یکی در فاصله 3200 کیلومتری و دومی در فاصله 16000 کیلومتری سطح زمین. به گفته دانشمندان، اگر کمربندهای آلن نبودند، امواج و ذرات باردار رسیده از خورشید چنان نابود کننده بود که هرگز بر روی زمین پگاه زندگی نمایان نمی‌گشت. البته با وجود میدان مغناطیسی زمین و کمربندهای وان آلن، هنگامی که در خورشید طوفان‌های سهمگین رخ می‌دهد، امواج حاصل از آن چنان شدید است که میزانی از آن از سپر زمین گذشته بر روی دستگاه‌های ارتباطی، ترانس‌های برق و برخی دیگر از فناوری‌های الکترونیک اثر تخریبی می‌گذارد. اشتباه نکن. این یک جشن همراه با آتش‌بازی در آسمان شب نیست. اینجا قطب است. و این رنگامیزی زیبا در آسمان پدیده شفق قطبی است.
هنگامی که امواج و ذره های باردار از خورشید به کمربند های وان آلن میرسند، این کمربند ها امواج و ذره ها را از مسیر زمین منحرف کرده، میزانی از آنها را به نقاط خروجی امواج مغناطیس زمین یعنی قطب ها میفرستند. در آنجا این امواج و ذره های باردار هنگام برخورد با اتمسفر زمین یونیزه شده باعث پیدایی پرتوهای گاما می شوند. فرآیندی که حاصل آن پدیدار شدن نقاط درخشان در آسمان است. شفق قطبی. بر پایه یک قانون ساده، هرگاه ذرات باردار در یک حرکت چرخشی جریان پیدا کنند، میدان مغناطیس پدیدار می گردد. راز میدان مغناطیس زمین نیز بر پایه همین قانون است، اما در مرکزی ترین نقطه سیاره ما، آنجا که گلوله ای از آهن سخت وجود دارد که هسته زمین نامیده می شود. به گفته دانشمندان، پیرامون این هسته آهن مذاب در گردش است که به آن هسته خارجی می گویند. حرکت هسته خارجی به دور هسته زمین همچنین سایر فرایندهای دیگر یک میدان مغناطیس ایجاد می کند. این گونه رقص و چرخش هسته های زمین سپر زمین را خلق می کند. سپری که اگر نبود زندگی بر روی زمین هیچگاه پدیدار نمی شد. سپری که بدون اینکه خودمان حس کنیم ما را در بر گرفته و حفاظت می کند. میدان مغناطیسی زمین.